سلام امیدوارم حالتون خوب باشه به کانال شری ولنس خوش اومدین امروز میخوایم در مورد زانوی زبدری و زانوی پرانتزی صحبت بکنیم زانوی پرانتزی و زانوی زبدری در کودکان بسیار شایع زانوی پرانتزی به وضعیتی گفته میشه که در اون زانوها به بیرون خم میشن و فضای بین مچ با کاهش پیدا میکنه زانوی زبدری هم به وضعیتی گفته میشه که در اون زانوها به هم نزدیک میشن و فضای بین مچ افزایش پیدا میکنه هر دوی اینها یک نوع بدشکلی زانو محسوب میشن زانوی پرانتزی در کودکان زیر دو سال بخشی از رشد نرمال طبیعی اونهاست ممکنه تا 18 ماهگی متوجه بدتر شدن قص بشید با این حال خمیدگی زانو به تدریج در حدود 18 ماهگی شروع به بهبود میکنه ممکنه در حدود 2 یا 2.5 نیم سالگی موقعیت وضعی زانو شروع به قرار گرفتن در مسیر دیگه ای بکنه بنابراین کودک رفته رفته دچار زانوی زبدری میشه زانوی زبدری در سین 3 تا 3.5 نیم سالگی اوج میگیره و ممکنه در حدود 6 تا 7 سالگی متوجه تراز شدن طبیعی پاها بشی چه عواملی موجب این شرایط میشه کودکان نرمال به دلیل نحوه قرارگیریشون در رحم با زانوهای پرانتزی شکل به دنیا میان این وضعیت در حقیقت تا سن 18 ماهگی افزایش پیدا میکنه و سپس با رشد کودک زانوها هم صاف میشه زانوی پرانتزی ممکنه به دلیل بیماری راشیتیس ضربه شکستگی که به طور کامل بهبود پیدا نکرده و های ژنتیکی در رشد استخوان ایجاد بشه اگه زانوی پرانتزی بخشی از رشد طبیعی و نرمال یا در اثر آسیب نباشه علامت یک بیماریه و یا به خودی خود یک بیماری محسوب میشه اگه زانوی پرانتزی کودک تا بعد از 24 ماهگی تداوم پیدا کنه یا اگه شدت وضعیت زانوی پرانتزی بیشتر و وز بخیم تر بشه و یا اگه مشکلات دیگه ای وجود داشته باشه برای ارزیابی بهتر عکس برداری با اشعه X توصیه میشه. در زانوی زبدری قسمت پایینی پاها به بیرون خم میشه به طوری که وقتی زانوها یکدیگر رو لمس میکنن، مچ پاها از هم جدا میشن. زمانی که کودک به سن سه یا چهار سالگی میرسه، ساختار زانوی زبدری شکل میگیره که در اون زاویه رانها به سمت داخل این شکل از زانوی زبدری تا سن 6 سالگی بدون در نظر گرفتن اندک زاویه داشتن زانو در بزرگسالی بهبود پیدا میکنه. تشخیص زانوی پرانتزی و زانوی ضربدری جراحان ارتوپد کودک در بخش سلامت دانشگاه ایندیانا ریلی طی آزمایشات فیزیکی زانوی پرانتزی و زانوی ضربدری رو تشخیص میدن ممکنه جراح ارتوپد با توجه به سن کودک شما عکس برداری با اشعه X رو تجویز بکنه اگه دکتر تشخیص بده که زانوی پرانتزی شده یا ضربدری شده کودک شما یک روند نرمال رو طی میکنه معمولا به درمان نیازی نداره جراح ممکنه با توجه به سن کودک شما برای مطمئن شدن از بهبود شکلی پاها پیگیری پزشکی رو برای مدتی توصیه بکنه این شرایط چگونه بهتر میشه اکثریت قابل توجهی از کودکان دارای زانوی پرانتزی و زانوی زبدری کاملا نرمالی هستند و به هیچ درمانی نیاز ندارن پزشکان تا زمانی که کودکان در محدوده طبیعی ذکر شده قرار دارن از جراحی درمان خاص یا کفش مخصوص استفاده نمی کنن. کودکان تا سنین دو یا سه سالگی زانوهای پرانتزی شک دارن تا سنین 6 یا 7 سالگی زانوی زبدری دارن و اغلب نوجوانان و بزرگسالان زانوهای طبیعی دارن در موارد نادر برای اصلاح زانوی پرانتزی و زانوی زبدری که موجب درد آنی یا مشکل در راه رفتن میشه یا بعدها باعث ایجاد آرتروز در زندگی میشه جرایی رو توصیه میکنن جرایی شامل قرار دادن پین هایی در صفحات رشدی که رشد در برخی نوایی که از سایر مناطق سریعتر رشد میکنن رو محدود میکنه چهار حرکت اصلاحی برای زانوی پرانتزی مطمئن بشین که این تمرینات رو در مدت زمان معین ترجیحاً صبحها انجام میدین به علاوه اگر در لگن یا مفاصل خودتون درد احساس میکنید سریعا تمرین رو متوقف کنید در چنین مواردی هم با پزشک خودتون مشورت کنید تمرین اول تمرین فوم رولر این تمرین برای نزدیک کردن زانوها به همدیگه دیگه موثره یک فوم رول رو بین زانوهاتون قرار بدین سافت بیسین و دست ها رو بالای سر بلند کنین با آرومی و بدون خم کردن زانوها سمت جلو خم بشید و سعی کنید انگشتان پای خودتون رو لمس کنید اگه نمیتونین انگشتای پای خودتون رو لمس کنید ایرادی نداره تا جایی که میتونید خودتون رو پایین بکشید دست ها رو با آرومی به مکان اولیه خودتون برگردانید. این تمرین رو ده بار تکرار کنید تمرین دوم تمرین اسکوات انگشت پا به داخل هدف این تمرین تقویت ماهیچه‌های پشت شما اسکوات رو به روش‌های مختلفی میتونید انجام بدید سعی کنید ذهن خودتون رو بر ماهیچه‌های پشت ران متمرکز کنید به یاد داشته باشید که تمرین بدنی نیازمند تمرکز ذهنی شماست پاها رو به اندازه اینچ باز کنید انگشتان پای خودتون رو به هم نزدیک کنید به نحوی که به هم دیگه تماس پیدا کنند عرض رو به میل خودتون میتونید تنظیم کنید لازم نیست دقیقا سنج باشه در حالی که انگشتان پا با همدیگه در تماسن بدن خودتون رو تا حد امکان به پایین بکشید شما قادر به پایین کشیدن بدن خودتون طبق معمول همیشه نیستید دامنه ی حرکت در این تمرین بسیار محدوده به خاطر داشته باشید فقط باید به اندازه که میتونید خودتون رو پایین بکشید مهمتر از همه این که مطمئن بشید مایچه های پشتران شما استفاده میشن مدتی طول میکشه تا کشش رو به درستی دریافت کنید این تمرین رو هم ده بار در روز انجام بدین حرکت بعدی حرکت چرخش داخلی لگن یک زیرانداز مخصوص یوگا پن کنید و روی اون دراز بکشید پاهای خودتون رو روی هم بندازید باید کاملا به هم نزدیک شده باشن با آرومی هر دو پا رو از زانو خم کنید تا زمانی که پاها عمود بر بدن قرار بگیرن 90 درجه نسبت به بدن اونها رو خم نگه دارید موقعیتتون باید به این شکل باشه بدن شما مثل یک خط صاف و پاها از زانو با زاویه 90 درجه خم شده باشن حالا در حالی که زانوهاتون با هم در تماس تا جایی که میتونید پاهای خودتون رو بالا ببرید این تمرین رو ده بار انجام بدید و سپس اون رو در جهت دیگری تکرار کنید تمرین آخر برای زانوی پرانتزی کشش ازاله پریفورمیس هستش صاف به پشت بخوابید پاهاتون رو طوری خم کنید که زانوهای شما به سمت صف قرار بگیره حالا پای راست خودتون رو بالا ببرین و اون رو روی زانوی چپ خودتون قرار بدین دست راست رو از فضای خالی میان پاها عبور بدین و پای راست خودتون رو بگیرین برای راحتی بیشتر میتونید دست دست چپ خودتون هم کمک بگیرید سی ثانیه تو همین حالت بمونید حالا جهت رو عوض کنید و این حرکت رو ده بار در روز انجام بدید پنج حرکت برای زانه زبدری حرکت لانچ جانبی پاها رو به اندازه ارز لگن باز کنید دستای خودتون رو جلوی سینه نگه دارید در یک حرکت یک قدم بلند به سمت چپ و خارج از بدن بردارید زمانی که پای شما به سمت زمین رسید زانو را خم کنید و با خودتون رو به سمت عقب بکشید هنگامی که یک انقباز شدید لگن و رانهای طرف دیگه حس کردید بایستید پاها رو به حالت اولیه برگردونید و در جهت دیگه هم این حرکت رو تکرار کنید ده یا دوازده مرتبه به جلو و عقب رفتن ادامه بدید اگر میخواید فشار بیشتری اضافه کنید در حین حرکت یک توپ پزشکی رو مقابل سینه نگه دارید حرکت دوم حرکت پله جانبی برای انجام این حرکت نیاز به یک صندلی داریم در حالی که طرف راست شما روبروی صندلی قرار داره بیستید و دستاتون رو مقابل سینه نگه دارین در یک حرکت ثابت پای راست خودتون رو روی صندلی قرار بدین فشار وارد کنید بدن خودتون رو در هوا بلند کنید وقتی پای راست شما صاف شد یک ثانیه صبر کنید خودتون رو به پایین بکشید و حرکت رو تکرار کنید پس از ده یا دوازده مرتبه پای خودتون رو عوض کنید همانطور که حرکت رو انجام میدید برای افزایش مقاومت یک توپ پزشکی رو هم نگه دارید حرکت سوم حرکت ابداکشن با کش هستش کش رو قسمت پایینی پای خودتون قرار بدین در یک حرکت آروم پای خودتون رو از زمین بلند کنید تا جایی که میتونید پای خودتون رو به سمت راست و خارج بالا ببرید و به آرومی اون رو پایین بیارید و حرکت رو تکرار کنید بعد از انجام ده یا دوازده مرتبه جهت رو عوض کنید حرکت بعدی حرکت ابداکشن دراز کشیده هستش این حرکت در موقعیت دراز کشیده به پهلو انجام میشه در حالی که پاهاتون روی هم قرار گرفتن به سمت راست دراز بکشید بدنتون رو ثابت نگه دارین پای چپ خودتون رو با زاویه 45 درجه نسبت به زمین بلند کنید و یک ثانیه نگه دارید با آرومی پای خودتون رو پایین بیارین این حرکت رو ده یا دوازه مرتبه تکرار کنید و جهت رو عوض کنید برای فشار بیشتر زمانی که پای خودتون رو بلند می کنید میتونید یه دنبل هم در مقابل رانتون نگه دارید و حرکت آخر حرکت ابداکتور با فشار به دیوار هسته این حرکت نیازمند یک توپ ورزشیه در حالی که سمت چپ بدن شما مقابل دیوار قرار داره بایستید تا جایی که ران شما با زمین موازی بشه زانوی خودتون رو خم کنید توپ رو بین دیوار و قسمت خارجی زانوی چپتون قرار بدید با احتیاط با قسمت خارجی پای چپتون به توپ فشار وارد کنید و برای یک ثانیه کامل نگه دارید و به آرومی فشار رو رها کنید و حرکت رو تکرار کنید پس از ده یا دوازده مرتبه تکرار حرکت رو روی طرف دیگه بدنتون انجام بدید ممنونم که تا آخر ویدیو همراه من بودید تا ویدیو بعدی به سلامتیتون باشید خدا نگهدار